سلام رفقای من، خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از طراحی پست اینستاگرام. امروز میخوایم یه پست سه تا اسلایدی یا پانوراما درست بکنیم و با هم بریم جلو. تقاضا دارم که حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و هر سوالی دارید داخل کامنت ها بپرسین و این ویدیوها رو برای دوستاتون شیر بکنید تا همه با هم رشد بکنیم و بریم جلو. سبکی که میخوام کار بکنم سبک کامیکه، پس فتوشاپ تو روشن کن و بریم که شروع بکنیم. خیلی خوب، پستی که میخوام طراحی بکنم امروز سه اسلایدی هستش. همونطور که یادتون میاد توی جلسات اول یه پست چند اسلایدی داشتیم، مجددا میخوایم از همون فرمول استفاده بکنیم. کلید میانبرهای کنترل و N رو میزنیم و شروع میکنیم به ایجاد سایزمون. خب ارتفاع رو 1080 نگر میداریم. توی طول باید عدد 1080 رو ضرب در 3 بکنیم که میشه 3240. من رزولوشن رو معمولا روی 200 یا 300 کار میکنم، اما شما تو خروجی نهایی رزولوشن رو میتونید 72 قرار بدید و طبیعتا مود RGB و شروع به ادامه کار. ما الان اینجا بذارین رو کلیپش کنم به بالا. ما الان اینجا سه تا مربع 1080 در 1080 داریم کنار هم، اما محدودش مشخص نیست. باید دوتا خط این وسط بذاریم که بدونیم میخوایم چی کار انجام بدیم. هیچ ایرادی نداره. میریم سراغ ویو، نیو گاید لیوت رو انتخاب میکنیم، راز رو خاموش قرار بدین، کالم رو میذاریم روی 3. میخوایم بگیم که ما سه تا ناحیه احتیاج داریم اینجا. خودش به صورت مستقیم شروع میکنه به تقسیم بندی فایل ما و اوکی، حالا دیگه همه چی حاضره. شاید بپرسید رنگ خطکش من چرا تغییر کرده نسبت به رنگی که شما دارید. کافیه روش دبل کلیک بکنید و هر رنگی که دوست دارید در نظر بگیرید برای رنگ رولرزتون. من همین رنگو ترجیح میدم، دوست ندارم خیلی اذیت هم کنم موقع کار. بریم شروع بکنیم به طراحی. یه دونه لایه جدید باز میکنم. میخوام یه سبک خیلی رترو کلاسیک طراحی بکنم برای کارم. میرم یه همچین رنگ زردی رو انتخاب میکنم و با ابزار رکتنگرال مارکی یه دونه از این اسلاید ها رو میگیرم، کنترل دیلیت رو میزنم تا رنگ بشه. چرا کنترل دیلیت رنگش کرد؟ کنترل دیلیت میاد رنگ بک‌گراند کالر ما رو اعمال میکنه روی سوژه. بسیار خوب. آلت رو نگه میدارم، یه دونه هم میکشم به سمت راست. حالا یه رنگ دیگه انتخاب میکنم. فکر میکنم یه رنگی که هم هارمونی داشته باشه نسبت به رنگ بغلیش و هم خودش جذاب باشه این باشه. حالا اینجا باید کلید میانبرهای کنترل شیفت و دیلیت رو فشار بدم تا این رنگ بشه. علتش چیه؟ اگه من کنترل دیلیت خالی رو بزنم کل سند من رنگ میشه. در واقع اون شیفت میاد کار لاک ترانسپارنت رو انجام میده. یه بار دیگه آلت رو نگه میدارم، میارم سمت راست، باز میرم رنگ انتخاب میکنم. ببینید من شیوه های مختلفی از کشیدن شکل و رنگ رو دارم آموزش میدم. خیلی ها خب میتونن از ابزار رکتنگلار تول استفاده کنن، از این بالا رنگش کنن. من دوست دارم که همیشه روش های راحت تر و سریع تر رو داشته باشیم. زوم کنیم، اینا رو بس کنیم به هم. همیشه توی زوم آوت دقت فتوشاپ کم میشه، اینو باید در نظر داشته باشیم. بسیار خوب، سه تا عکس از خواننده های معروف سال های نچندان دور و خیلی دور اینجا دارم. آقای فرانک سیناترا. میخوایم خیلی تر همون حالت کمیک باشه، نمیخوام خیلی ترتمیز و شسته رفته باشه. عین تصویرسازی ها و روزنامه دیواری های قدیم میام با ابزار لسو تولز به همین شکل و همین باحالی دور سوژه رو انتخاب میکنم و درگش میکنم با ابزار کنترل، میندازمش روی صفحه اصلیمون. میریم سراغ مایکل جکسون، این رو هم به همین شکل طبق ترکیب میریم دیگه به همین باحالی، جوری که انگار از یه روزنامه بریدیم و میخواییم پستمون رو طراحی بکنیم. قشنگه طراحی به همینه، هر کاری دوست داشته باشیم میتونیم انجام بدیم. میریم سراغ لئونارد کوهن دوست داشتنی من و این رو هم با گیتار معروفش انتخاب میکنیم و درگ میکنیم، میندازیم این رو. این رو هم میبندم. حالا سه تا تصویر خوب اینجا دارم. بریم روی این قسمت زرد رنگ، سیناترا رو بذاریم، کنترل تی رو میزنم، میچرخونمش، میذاریمش اینجاها، بذاریم یه خورده هم بیاد توی باکس بعدی. چون قراره اسکرول بشه اینطوری حالت باحال تری داره. لئونارد کوهن هم میذاریم اینجا، شاید کلیک راست کنم فیلیپ هوریزونتال، آهان اینطوری بهتره. یه خوردهش هم بیاد سمت راست، همچنان اون تئوری اسلاید رو داریم. مایکل جکسون رو هم به همین صورت، این رو هم کنترل تی بزنیم، فیلیپ هوریزونتال کنیم، بذاریم روش به خواننده های دیگه باشه. حالا میخوام چند تا رنگ هارمونیک انتخاب بکنم برای اینا که درخشندگی کارو بیشتر ببره. بیایم فورگراند کالر رو مشکی بذاریم، بک گراند کالر رو یه همچین
رنگی، یه حالت گلبهیه که به خیلی قرمز میخوره. میرم سراغ ایمیج، ادجاستمنت، گرادینت مپ رو انتخاب میکنم. اگه دوست داشتید یه خورده سفیدی هم بیاد روی کار، میتونم این رو بیارم داخل تر و گزینه آخرم رو سفید بذارم، در واقع کالر استاپ آخری رو، اما همچین علاقه ندارم، فکر میکنم همین کافی باشه. میریم سراغ لئونارد کوهن خودمون، یه رنگ بنفش فکر میکنم هارمونی خوبی داشته باشه با پس زمینه. باز هم ایمیج، ادجاستمنت، گرادینت مپ. موقعی که بک‌گراند و فورگراندمون پیش‌فرض یه رنگ انتخاب کرده باشیم، میاد توی قسمت بیسیک و اولین گزینه همیشه پیشنهادش برای ما همین دوتا رنگه. اوکی، میریم سراغ مایکل جکسون. اینجا برای هارمونی چپ و راست سوژه، که اگه همه ویدیوهای منو دنبال کرده باشید، من همیشه میگم که باید همه جای کار یه هارمونی از نظر رنگی و گرافیکی داشته باشه، میام زرد رو انتخاب میکنم. میرم باز ایمیج، ادجاستمنت، گرادینت مپ، این بار زرد رو برای مایکل جکسون. یه خورده مشکی رو میارم به سمت داخل که کار شاین تر بشه. بسیار خوب، حالا بریم کار قشنگا رو انجام بدیم. اگه این تصاویر به شکلی که انگار قیچی شده و جداگونه اومده داخل طرح ما قرار گرفته، خب نوشته هایی هم که میخوایم بذاریم یا باکس هایی که قرار نوشته بشه هم به نظرم اینطوری باشه بهتره. میرم سراغ ابزار پولیگونال، یه دونه از این حبابا میکشم، خیلی دستی، نیازم نیست انقدر صاف و صوف باشه، به همین شکل خوبه. حالا اینجا جای خیلی مناسبیه برای اینکه متنمو بنویسم. میام مشکیش میکنم با زدن کنترل دیلیت. ببینید، من سویچ میکنم و کنترل دیلیت رو میزنم، هیچ ایرادی نداره. شما میتونید آلت و بک اسپیس رو بزنید اگه همین رنگ بالایی رو میخواد انتخاب کنید. صرفا چون خیلی ساله که عادت دارم این کار رو انجام بدم، دارم اینجوری طرح رو میکشم. بریم دیگه چیکار میتونیم بکنیم. یه حبابم میتونم اینجا بسازم، دایره شکل، شاید داخلش چیزی نوشتم. یه لایه جدید باز میکنیم، دیگه یه رنگ دیگه بذارید انتخاب کنیم، رنگ اسلاید بعدی، کنترل دیلیت. باز هم میتونم با ابزار پولیگونال بیام به این شکل رنگش کنم با زدن کنترل دیلیت. اینها رو هم بیارم روی هم. بریم سراغ کوهن، میتونم دیگه آلت رو نگه دارم از همین کپی بکنم، اما شبیه به هم باشه یه جوریه که انگار ما کمکاری کردیم. سعی میکنم یه تغییراتی بدم. اگه زرد بشه چه شکلی میشه؟ زرد رو انتخاب کنیم، کنترل شیفت دیلیت رو بزنیم. خوبه فکر میکنم. یه دونه هم مجدداً از روش کپی میگیرم، یه خورده جمع‌ترش کنیم تا اینجاها. بسیار خوب، حالا رنگ سرخابی رو در نظر بگیریم براش. عالیه، یه کار عجیب غریبی داره میشه، خودم نمیدونم تهش چی قراره بشه دیگه، ولی بریم جلو. از روی این حبابه آلت رو نگه داشتم و کپی کردم. اینجا هم قطعا مایکل جکسون داره یه چیزی میگه. شاید یه حباب کوچیکتری هم داشته باشیم یه جای دیگه، مثلا ادامه حتی همین حبابه. این تا اینجای کار. بریم شروع بکنیم به تایپ کردن. خب میریم روی ابزار تکست، دیگه شروع میکنیم به نوشته هامون، مثلا فرانک سیناترا. فاصله بین دوتا حروف رو دیگه باید بلد باشین که چطوری میتونیم کم بکنیم. کافیه من کل نوشته رو بلاک کنم، کنترل و تی رو بزنم، از این قسمت بیام و فاصله بین حروفم رو کم کنم. خیلی راحت. بیاریم این رو بندازیم داخل بزرگترین حباب. چه رنگی خوبه طبیعتاً، چه رنگی الان اینجا نیست؟ این رنگ بنفشی که توی باکس مایکل جکسون استفاده کردیم. الان کار بامزه است. بذاریم این حبابه رو بندازیم روی قضیه. لایه لایه داریم میریم جلو. باز آلت رو نگه میدارم روی تکستی که ساختم، چون میخوام استایلش حفظ بشه. میرم رنگ سفید رو انتخاب میکنم و با کنترل دیلیت. بریم بنویسیم مثلا 50%، حالا هرچی. این رو هم بیاریم اینجاها. توی این سبک هر کاری رو میتونیم انجام بدیم. من میتونم آلت رو نگه دارم، یه دونه عروش کپی بکنم و مشکیش کنم. ببینید چقدر راحت. این سبکا رو باید زیاد دیده باشین توی گرافیک خارجی ها، حالت کومیک داره. بریم سراغ اسلاید بعدی. دوست دارم که همه فونت هام یه شکل باشه. چرا یه شکل باشه؟ چون برای یک مراسم خاصی من اینو دارم طراحی میکنم. خیلی بهتره که گرافیک فونت هام رو هم حفظ بکنم. خب لئونارد کوهن رو هم می نویسیم اینجا. حتما موزیکاشو گوش بدین با صحه صدر که لذت بی پایانی خواهید داشت.
آلت رو نگه میدارم مجددن، یه دونه کپی میکنم، بریم چه رنگی انتخاب کنیم؟ باز هم سفید بهتره، بذارین داخل هر اسلاید یه رنگ سفید هم داشته باشیم برای همون جریان هارمونی که گفتم. خب این رو هم می‌نویسیم لایو. میتونم کنترل تی رو بزنم با ابزار کنترل، با نگه داشتن کنترل یه خورده پرسپکتیو هم بهش بدم، کافیه تا همینجاها. اوکی بریم سراغ بعدی. اینجا آلت رو باز نگه میداریم تا از استایلش کپی بشه، شاید رنگ صورتی که برای سیناترا استفاده کردیم. این رو میخوام توی فضای بزرگتری بنویسم و مایکل جکسون نمینویسم، مینویسم جکسون. بیاریم بندازیمش زیر عکس مایکل. اینا یه گروه قدیمی بودن به نام جکسون 5 که 5 تا برادر با هم دیگه میخوندن. ما به یاد اون گروه جکسون 5 رو مینویسیم. اون 5 رو هم بیاریم بذاریم این بالا، رنگش رو هم سفید کنیم. اینجا بهتره کنترل تی بزنم، حبابه رو خورده بزرگترش کنم تا جای بیشتری برای این عدد 5 باشه. توی این قسمت هم میتونم با رنگ زرد، ببینید باز آلت رو نگه داشتم از نوشتم کپی کردم، با رنگ زرد که میتونیم انتخاب کنیم و زدن کنترل و دیلیت، کنترل تی، خیلی شیک کارمون در اومده. این تا اینجا فعلا. بریم چند تا المان گرافیکی هم بسازیم دیگه تموم بشه بره. یه دونه لایه جدید باز میکنم، میرم سراغ ابزار، این بار الیپ تولز. هرچند که میتونستم با همین کار رو با ابزار الیپتیکال مارکی هم انجام بدم، همین مشکی خوبه، کاریش نداریم. کلیک راست میکنم، رسترایزش میکنم، علتشو بعدا بهتون میگم. یه دونه کنترل جی میزنیم روش تا داخل یه لایه جدید قرار بگیره. یه دونه کنترل تی با همین کلیدهای چپ و راست کیبورد جابجاش میکنم و اینتر. حالا کلید میانبرهای کنترل آلت شیفت تی رو بزنیم، این عمل تکرار میشه. شیفت رو نگه میدارم، همه اینها رو انتخاب میکنم، کنترل و ای رو میزنیم دونه دونه. حالا با آلت فکر میکنم مثلا همینقدر کافی باشه. باز هم همه رو میگیریم و کنترل ای رو میزنیم تا مرج بشه، در واقع همشون داخل یک لایه قرار بگیره. اینو همینجا میذارم، جاش خوبه. یه دونه دیگه میارم اینجا، شاید با ابزار الیپتیکال بیام یه خوردهشو کم بکنم، یعنی دیلیت بکنم، انتخاب کنم. بریم مجدداً سراغ همین دایره هامون، بیاییم ببینیم کجا میشه قرار داد. اینجاها خوبه، کنترل تی رو بزنیم، یه تغییر سایز بدیم. بریم این حبابی که برای لئونارد کوهن گذاشتیم رو هم به سبک این 50% کار بکنیم، یعنی یه دونه کنترل جی بزنیم، بیاریم بندازیم زیر لایه و با زدن کلید میانبرهای کنترل شیفت دیلیت بتونیم مشکیش کنیم و رنگ کنیم تا یه بعدی به خودش بگیره. همین کار رو برای این حباب هم میتونیم انجام بدیم، یعنی یه دونه کنترل جی بیاریم بندازیم لایه پایینی، کنترل شیفت دیلیت و پایان ماجرا. در نهایت هم واسه اینکه کار در بیاد، شما میتونید یه همچین تکسچری دانلود بکنید از اینترنت، همون بنویسید تکسچر، انواع اقسام این شکل ها میاد، درگش میکنیم میندازیم روی کل کار، یعنی بیاریم بندازیم بالاترین قسمت لایه ها، کنترل تی رو بزنیم بزرگ بزرگش کنیم. اوکی حالا بیایم موداشو عوض کنیم ببینیم روی چه مودی قشنگ میشه. ببینید روی مود دارکن یا حتی مولتیپلای هم قشنگه. همینجوری عوض بکنیم مودها رو، ببینید چه چیزای عجیب غریبی یه هم وسطش رخ میده. نه من روی همون مود دارکن یا مود دارکن میذارم، اپاسیتیش رو میارم پایین تر، کلید میانبرهای کنترل شیفت و یو رو هم میزنم تا سیاه‌سفید بشه، بازم اپاسیتی پایین، اینطوری بهتره و تمام. نکته دیگه ای نمیمونه. هدفم این بود که ببینید چقدر راحت میشه با همه چیز بازی کرد و توی با المان‌های مختلف کارهای مختلفی کرد و خیلی سخت نگیرید کلن، هم طراحی رو هم زندگی رو. امیدوارم که لذت برده باشین. تقاضا دارم که حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و برای دوستاتون بفرستین. روز و شبتون بخیر.